اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد اللهم صل علی محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اعظم الله اجورنا و اجورکم و مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثاره علیه السلام و علیه السلام. جریان قیام سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب، جریان جهانی بودن و جهانی شدن قرآن کریم است. ذات اقدس اله در قرآن کریم یک سلسله دستورهای ملی و محلی دارد که به مؤمنین خطاب میکند، یک سلسله دستورهای بین منطقه‌ای دارد که به مسلمان‌ها و کلیمی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها و مانند آن که اهل کتابند خطاب می‌کند، یک سلسله دستورهای جهانی دارد، بین‌المللی دارد که به انسان خطاب می‌کند، چه الهی باشد چه الهادی. این بخش های سگانه قرآن کریم در آیات نظیر لیظهره علی الدین کله جلوه می کند. در این گونه از آیات می فرماید اسلام دینیست جهانی، تمام مکتب ها را تحت شعای خود قرار می دهد. در چند جای قرآن از جهانی بودن اسلام سخن می گوید، یعنی دین نیامده تا شرق را یا غرب یا خاورمیانه را اصلاح کند، بلکه لیظهره علی الدین کله، برای این آمده. و این کلام کلام خداست و کلام خدا منزه از سهو و نسیان و جهل و همسال زارک است. همون لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا و مانند آن. در تفسیر این گونه از آیات وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یعنی مکتب اسلام جهانی است و زیر پوشش هیچ مکتبی قرار نمی گیرد، بلکه مهیمن بر همه مکتب هاست. پس چه در قرآن چه در روایات سخن از جهانی بودن و جهانی شدن اسلام است که جریان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هم مکمل و مؤید این مطلب است. این اصل اول. اصل دوم آن است که انبیا علیهم السلام که آمدند، اونها هم زمینه جهانی شدن اسلام را فراهم کردند. یک وقت است که یک حساب درون گروهی می شود که پیامبری که آمده تا پیامبر بعدی امامان به جانشینان او اگر هم 200 یا 300 سال زندگی کنن، مثل اینکه یک انسان 200 ساله یا 300 سال است، چون همه یک حرف دارن، یک منطق دارن، یک روش دارن، یک قیام و عود دارن. لذا اگر چونچه از زمان وجود مبارک رسول گرامی تا زمان امام 11 به بعد مطرح می شود که میگیم به منزله انسان 250 سال است، این یه حساب مقطعی و درون گروهی است
که هر ملتی نسبت به پیامبر خود این حساب را داشت، یعنی بین موسای کلیم تا عیسای مسیح هر که آمد حرف کلیم الهی را زد. این مثل انسان چندین سال است و چون طرف همه انبیا یکیست، مثل این است که یک انسان چندین قرن ما داریم. یک نفر هست که از آدم تا خاتم زنده است و دارد حرف میزند. الانبیاء و اخوه آباؤهم یا امهاتهم شتا و دینهم واحد. سلسله انبیا یک حرف دارند، همه اسلام را آوردن، منتها تکمیلش به وسیله وجود مبارک رسول گرامی است. کتابهای آسمانی هم در ردیف صفحات یک کتابند. اگر تورات هست، اگر انجیل هست، اگر صحف ابراهیم خلیل هست و اگر سایر انبیا کتابی دارند و اگر قرآن کریم آمده است، همه اینها به منزله صفحات یک کتاب است و همه انبیا به منزله یک انسان کاملند و همه اولیا به منزله یک انسان کاملند. لذا از آدم تا خاتم یک آدم چندین قرن حرف میزند، یک کتاب حکومت میکند و یک هدف. این از کمون لیوزهره و علی دین کله. دو زبان هست که این منطق را تأیید میکند، یکی زبان قرآن است، یکی زبان روایات. زبان قرآن همین است که فرمود لیوزهره و علی دین کله، یعنی اسلام باید جهانی بشود، تمام مکتب‌های جهان زیر پوشش مکتب الهی است. زیرا جهان را خدا آفرید، قبل از این جهان و بعد از این جهان هم تحت قدرت و پوشش خدای سبحان است. پس یک خالق باید جهان را اداره کند. لیظهره علی الدین کله را قرآن با این سبک تأیید می‌کند. می‌فهمد هر پیامبری که آمد مصدقا لما بین یدی، هیچ تکذیب نکرد. هر پیامبری که آمد گفت قبلی هر چه گفت حق است و معنای نسخ شریعت قبلی ابطال اون نیست، بازگشت نسخ و تخصیص از ما نیست. مثل اینکه پزشک میگوید در این ماه اول این دارو لازم است، در ماه دوم اون دارو لازم است. اینکه دارو رو عوض می کند معناش این نیست که قبلی باطل بود، معناش آن است که قبلی جاش اون بود و الان جاش این است. نسخ شرایع معنایش ابطال شریعت قبلی نیست، معناش تخصیص دامنه زمانی شریعت قبلی است. پس هیچ پیامبری حرف پیامبر دیگر را باطل نکرده است. لذا در قرآن کریم وقتی سخن انبیا به میون می آید می فرماید مصدقا لما بین یدی. تعبیر قرآن کریم این است که لاحق سابق را کاملا تصدیق بکند. حرف روایات هم این است که لاحق وارث سابق است. این زیارت وارث که در باره سالار شهیدان است، یا وارث آدم، یا وارث نوح، یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی، یعنی همون حرف ها را تو داری میگی. و وارث رسول اکرم هم هستی، وارث ائمه قبلی هم هستی، یعنی حرف های اینها را داری میگی. منتها در قرآن کریم گذشته از عنوان مصدقن که دارد این نبی لاحق حرفهای نبی سابق را تصدیق می کند، وقتی به وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحید بستن رسید فرمود به مهیمنن علیه. این تنها واژه است که مخصوص اسلام است، چون اسلام مکمل همه اونها و اتم از همه اونها و اکمل از همه اونها است. این کلمه هیمنه یعنی سیطره، یعنی سلطنت، این مخصوص قرآن کریم است. وگرنه انبیای قبلی نسبت به یک دیگر مصدقا لما بین یده، حرفهای سابق را لاحقی تصدیق میکند،
اما اون که حرف تازه می آورد و حرف جدید دارد و تکمیل می کند و می تواند بگوید الیوم اکملت لکم دینکم، این رسول اکرم است که مهیمن علیه. اینم یه مطلب. بنابراین در جای جای سنت اسلامی، تاریخ نبوی، این مسئله جهانی بودن دین و قرآن مطرح شد. اما جریان عاشورا این اون واسطت العقد و نقطه حساس و محور و مدار عاشوراست که حضرت برخواست تا این مطلب جهانی بودن اسلام را تثبیت کند. لذا گاهی آیاتی که مربوط به انبیای گذشته است در ظهر عاشورا خوند، آیاتی که مربوط به وجود مبارک موسی کلیم است یا عیسی مسیح است یا ابراهیم خلیل است، اون آیات را در ظهر عاشورا خوند، استدلال کرد عجم او امرکم، با هم فکر کنید علیه من قیام کردید برای چی؟ این حرف انبیای قبلی را دارد میخوند. در جای جای نهضت کربلا قرائت قرآن از یک سو، جهانی بودن قرآن از سوی دیگر. وقتی خواست قیام بکند، خارج بشود از مدینه، این آیه را قرائت کرد که فخرج منها خائفا یترقب. این آیه درباره موسی کلیم است. موسی کلیم وقتی از مصر خارج شد به طرف مدین، چون پیامبر نشده بود، ممکن بود نداند که آینده چه خواهد شد، چندین خوف را باید تجربه کند. ولی خدایی که این آیه را نازل کرد میداند که چندین خوف را موسی کلیم تجربه میکند و در تمام این ترس ها پیروز شد. و وجود مبارک حسین ابن علی که عدل قرآن کریم است، این آیه را دارد میخواند، میداند که چندین ترس را باید تجربه کند و در تمام این خوف ها و حوادث هولناک پیروز میشود. موسی کلیم یک جوانی را که استحقاق قتل داشت او را کشت، منتها در زمان حکومت فرعون محکوم می شد. لذا از مصر فیر حرکت کرد به طرف مدین، فخرج منها خائفا یترقب. اما وقتی که از مدین برمی گشت، در کوه طور، در ایمن وادی، نه وادی ایمن، ما یه وادی ایمن نداریم. اینی که در قرآن دارد وادی ایمن، این ایمن وصف وادی نیست، وصف جانب است، یعنی طرف راست کوه. جانشات الواد الایمن، شادی یعنی جانب، جانب ایمن وادی. خدا فرمود به طرف راست کوه طور بروید. وجود مبارک موسی کلیم به طرف جانب راست کوه رفت و او مسئله وحی نصیب شد. در اون صحنه وقتی که عصا را انداخت و به صورت مار دمان در آمد، ترسید. خدای خطار فرمود این ترس را من ترمیم میکنم، همون طوری که من عصا را به صورت مار در آوردم، مار را هم به صورت عصا در میآورم. خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. در اینجا خوف موسی کلیم به امنیت تربیت شد. در اون میدان مبارزه که موسی کلیم با ساحران مبارزه دعوت شده بود، وقتی همه جمع شدند به ساحران، اون چوبها را و اون طنابها را به صورت مار دمان در آوردن و اکثری مردم ترسیدن، سحر و اعیون الناس و استرهبوهم، وجود مبارک موسی کلیم ترسید. فاوجس فی نفسهی خیفتن موسی. وجود مبارک امیرالمؤمنین این ترس موسی را تفسیر میکند. فرمود موسی برای خودش نترسید، موسی از ضعف فرهنگی مردم ترسید که اگر نتوانند بین سحر ساحران و معجزه من فرق بگذارند چه کنم؟ من که نمیتوانم بگویم سحر ما معجزه پهلو نزند دل خوش دار. خب مردم اگر بتوانند تشخیص بدن که سحر چیه، معجزه چیه، منم عصا رو بیاندازم به صورت مار در بیاد. اونا هم این عصاها و طنابها را انداختن به صورت مار در آمده، این میدان مبارزه به صورت میدان مار در آمده، اگر نتوانن تشخیص بدن من چه کنم؟ اینجا ذات اقدس لا تخف، من کاری میکنم که سحر با معجزه پهلو نزند،
تو عصها را بینداز تا روشن بشود سحر چیست، معجزه چیست. وقتی عصها را انداخت همه ناظران دیدند که این صحنه یک مار دمان است که دارد حرکت میکند، بقیه چوبها هستند که افتادند و تنابها هستند که افتادند، که کار موسای کلیم سحر را باطل کرده است، نه چوب را خورده باشد نه تناب را خورده باشد. فرمود الغ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما، که اینجا باید ان از ما جدا نوشته میشد، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. این صغرا و کبرای آیه خوب روشن است که معجزه سحر را باطل کرده، نه چوب را خورده نه تناب را خورده. مردم در کنار میدان مبارزه دیدن یک مار دمان است که در حرکت است، تمام چوب ها ساکتن، تمام تناب ها ساکتن، اونا که قبلا دوندگی داشتن حالا خاموش شدن، اونا که حرکت داشتن حالا آرام شدن. در اینجا ذات اقدس اله ترس موسی کلیم را به امن تبدیل کرد. بعد وقتی که به مقام نبوت رسید و مأمور شد که با فرعون مبارزه کند و فرعون را هدایت کند، عرض کرد من میترسم، برای اینکه من به برادر هارون دوتایی در برابر قصر فرعون چه کنیم. فرمود اینجا نترس، من فرعون را به خاک میکشانم، قارون را به خاک میکشانم، در برابر فرعون مبارزه بکن و قیام بکن و نترس. پس وجود مبارک موسی کلیم وقتی میخواست حرکت کند از مصر به مدین برود ترسید، اما چون خائفن، یعنی از مبدأ ترسید نه از منتها. منتها نمیدانست که حوادث چه خواهد بود، ولی خدا میداند که حوادث چیه. وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه ما هم که عدل قرآن است میداند چه حوادثی رخ داده است. خود حسین ابن علی این آیه را خوند و خرج منها خائفا یترقب، یعنی من حوادث مهمی را در پیش دارم و در برابر همه این حوادث هم ذات اقدس اله کمک من است. لذا برادران و بستگان و اینها گفتن که شام آشوبه، عراق آشوبه، مکه آشوبه، مدینه آشوبه، شما ساکت باشید. همون لو لم یکن فی دنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر در تمام کره زمین جایی برای من نباشد من دست تسلیم نمیدهم، بیعت نمی کنم، چون مأمورم جهانی بودن قرآن را تبیین کنم و عملا پیاده کنم، به پیاده کرد. پس بخش اساسی هدف والای حسین ابن علی این است که جهان متوجه بشود که آفریدگاری دارد و این دین حریم شخصی اوست. این مطلب برای همه ما ضروری است. آیون دین حریم شخصی ماست. فکر نکنیم که فلون شخص چرا بیراه رفته، فلون شخص چرا راه کسی را بسته، فلون شخص چرا اختلاس کرده، فلون شخص چرا نجومی گرفته. دین حریم شخصی ماست. ما ایم و دین ما، ما ایم و ابدیت ما، ما ایم و برزخ ما، ما ایم و ساحره معاد ما، ما ایم و بهشت ما، ما ایم و که مرز و حد نداریم. ما نظیر سلسله جبال نیستیم یا راه های شیری نیستیم که 10 میلیارد یا 100 میلیارد یا 1000 میلیارد سال زندگی کنیم. ما سال و ماه نداریم. اون که سال و ماه دارد جرم است و جسم است و زمان است و حرکت. اون که منزه از حرکت است نه سال دارد نه ماه دارد، ابدی است، یعنی ابدی. شما می توانید بگویید سلسله جبال چندین چند قرن سالشه، یا راه شیری چند میلیارد سالشه، یا شمس و قمر چند میلیارد سال بعد میمونند، اما نمی توانید بگید 2 تا 4 تا چند سالشه، چون نه متضمن است نه متمکن. ما مرگ را میمیرانیم، ما مردنی نیستیم، ما با ابدیت سر کار داریم. این بیان قرآن است که تو مرگ را میمیرانی، نه بمیری نه بپوسی. نفرمود مرگ انسان را میچشد، فرمود انسان مرگ را میچشد. خب هر ذائقی مذوق را هضم میکند، کل نفس ذائقه الموت،
نه کل نفس یذوقها الموت. دین جزء حریم شخصی ماست. ما اگر یک کسی بد کرده اعتراض میکنیم، نهی از منکر میکنیم، یه راهی دارد بالاخره. اما معاذ الله اینطور نباشد که یک جوان خدای ناکرده ببیند که یک کسی بیراه رفته نمازش ترک کند، دینش ترک کند. بنابراین این حواسمون جمع باشد که چیزی مزاحم دین ما نباشد و دینمان را با هیچ معامله نکنیم. ما اگر میپوسیدیم خوب میتونستیم، اما ما با مرگ از پوست به در میاییم، همونطوری که فرشته ها زندن، همونطوری که ابدیت الهی زنده است. وجود مبارک سید الشهدا فرمود مشرق عالم بگید، مغرب عالم بگید، جای برای من نباشد من تسلیم نمیشم. مطلع بعدی آن است که این مطلب را حسین ابلهی نفرمود مخصوص منه، فرمود همه شما این چنین هستید. فرمود مثلی لا یبایعو مثل یزید ابن معاویه، نفرمود من بیعت نمی کنم. فرمود هر کی حسینی فکر می کند با ظالم کنار نمی آید. از همون اول جهانی حرف زد، نفرمود من بیعت نمی کنم که. اگر فرمود انا لا یبایعو می گفتیم خب این مخصوص خود امام بود و مخصوص او. فود مثلی لا یبایع مثل یزید ابن معاویه، هر کی حسینی فکر میکند الی یوم القیامه زیر بار ستم نمیرود. این جهانی دیگه. اگر میبینید هند عاشورا دارد، شرق عاشورا دارد، غرب عاشورا دارد، برای اینکه نفرمود این قیام من عربی است یا عجمی است یا هاشمی است یا علوی است، اینا نیست. فود مثلی لا یبایع مثل. بعد فرمود هر کی از خاندان پاک، از دامن پاک به دنیا آمده مثل من پاک میکند. فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین سلطنی بین سلط و زله و یعب الله ان ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور تابت و جدور تابت. فرمود این بیگانه منو مخیر کرده که زیر بار ستم را امضا بکنم. خدا نمیپسندد، پیغمبر نمیپسندد، مؤمنان عالم نمیپسندند، زنان پاک نمیپسندند، مادران پاک نمیپسندند، همسران پاک نمیپسندند. هر طرف جهانی دیگه. سخن از عرب و عجم نیست. فرمود زنان پاک، مادران پاک دامن اجازه نمیدهند که کسی زیر بار ظلم برود. نفرمود ما خاندان هاشمی زیر بار ظلم نمیریم که. هر طرف جهانی دیگه. شما اگر ببینید وجود مبارک علی اکبر افتاد، حضرت رفت او رو بوسه داد، در کنار نعش علی اکبر اون غلام سیاه هم بود، حضرت قبلا رفته بود او رو هم بوسه داد، یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما نکند فرق سیاه با سفید. این تو نبود که پسرش رو علی اکبر رو ببوسه، بالای سر غلام نده که، یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. این اونجا گفت. خب پس بنابراین فرمود تنها من نیستم، هر کی از یک مادر پاک و از دامن پاک به دنیا آمده زیر بار ظلم نمیرود. اینه که امام فرمود خوب بر شمشیر پیروزه، محرم زنده کنید، محرم زنده که همه دارد. محرم انقلاب را تأمین کرد، بختیار با راه اندازی 400 هزار نفر در خیابان انقلاب تهران به عنوان حمایت از قانون اساسی که سلطنت را امضا میکند خیال کرد که پیش برد. 4 تا راهپیمایی کار ایران یکسره کرد. تاسوعا بود و عاشورا بود و اربعین بود و 28 سفر. این 4 تا راهپیمایی میلیونی کار یکسره کرد دیگه. محرم چرا این حرفا را زد؟ برای اینکه مردم آزاده را تربیت کرد. فرمود هر کس از دامن پاک به دنیا آمده ستم را امضا نمی کند. البته خوب امام است، امام مقام دیگری دارد، اما این وظیفه همه ماست. این لیظهره علی الدین کله را دارد پیاده می کند، به پیاده می کند. اون خرج منها خائفا یترقب را تا پایان هر خوفی که پیش آمد ذات اقدس اله برای او تأمین کرد و او را پیروز به سربلند بدر بود. در بخش های دیگر بچه های ابی عبدالله هم سعی کردن که در تمام موارد با قرآن سخن بگویند که این تمدن قرآنی را احیا کنند. در معرفی خودشون در شام آیه مودت میخوندن، آیه خمس میخوندن. همین بچه ها
با قرآن حرف می زدن. وقتی میخواستن خودشون رو معرفی کنن به این شامی میگفتن این آیه را در قرآن خوندی، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت، ما قربای پیغمبری، بقربای پیغمبری، این آیه را در قرآن خوندید، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، ما ذی القربای پیغمبری. با قرآن سخن میگفتن، تنها بالای نی نبود، تنها تو تشت نبود، تو تشت بود قرآن بود، بالای نی بود قرآن بود، کربلا بود قرآن بود، در اسارت شام بود قرآن بود. بنابراین وجود مبارک سالار شهیدان چون قرآنی فکر میکرد و در صدد این بود که قرآن را زنده کند، و قرآن هم میگوید بشر تا زنده است نه ستم میکند و نه زیر بار ستم میرود، این کاری کرده است. حالا چه خطری را وجود مبارک حسین ابن علی احساس کرد که این جور قیام کرد؟ چه خطری بود؟ چون هر چه داشت قربانی این مکتب کرد. خطر تنها این نبود که کسی ستم بکند یا معصیت بکند، تنها خطر این نبود. شما این خطرهای متعدد را بررسی کنید. قبل از جریان کربلا چه کردند؟ بعد از جریان کربلا چه کردند؟ تا روشن بشود که اموی و مروانی مخالف 100% قرآن و دین بودن و بنای اصلیشون هدم دین بود. اما قبل از کربلا وجود مبارک است امیرالمؤمنین در اون نامه‌ای که برای مالک اشتر نوشت خطر را به او اعلام کرد. او مالک تنها سخن از سقیفه و بستن دست من و بیعت اجباری نیست. ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فود بعد از رحلت رسول گرامی علیه و آله و السلام، اینا تمام تلاش و کوششون این بود که دین را به اسارت بگیرن، بعد منو اسیر کردن. این بیان شفاف و روشن علی ابن ابی طالب است در اون عهدنامه معروفش که برای مالک نوشته. فود مالک سخن از خلافت و امثال ذالک نیست. قرآن را اسارت گرفتن، سنت را اسارت گرفتن، مکتب را اسارت گرفتن، هر چه خواستن. الان اگر شما میبینید در کلیسا و امثال کسی یا بعض از پاپ ها حرف های میزنن که قبلا هم گفته بودن، برای اینکه اینا دین را به اسارت گرفتن. در زمان خود پیامبر علیه و آله و سلم عده ای از یهودی ها تورات را به صورت یک کاغذ پاره در آوردن که تعبیر قرآنی است که تجعل نه قراطیس، این قراطیس جمع قرطاس، قرطاس یعنی کاغذ. همین یهودی ها گفتن به این که، یا دیگران درباره اونا گفتن که این یه مش کاغذ پاره بیش نیست. الان پاپ هم حرف میزند. این طور نیست که اونها به وحی جدا معتقد بودن. بیان امیرالمؤمنین است که اینا دین را به اسارت گرفتن. اینا بعد از آن است که دین را به اسارت گرفتن. این اصل اول که قبل از کربلا بود. بعد از جریان کربلا ابن زبیر از این قائله سوء استفاده کرد، در مکه مون تبلیغات میکرد، مردم را به خود دعوت میکرد. اموی و مروانی دیدن که اگر مردم شام به مکه بروند برای حج و عمره، ممکن است در اثر تبلیغات ابن زبیر گمراه بشوند. گفتند به این که سه جاست که سفر به دستور پیامبر خوبه، یکی مکه است، یکی مدینه است، یکی قدس. به جای اینکه برید مکه برید قدس. اینا این متحاف مسلمین، این قبله مسلمین را خواستند برگردونند به قدس. بعد دیدن این اثر ندارد، ابن زبیر رو تهدید کردن. ابن زبیر وارد درون کعبه شد، متحسن شد. اونا که قبل از انقلاب مکه رفتن میدونن که کوه ابو قبیس مشعر بر کعبه بود. همین اموی و مروانی بالای کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن، اونقدر سنگ ریختن روی کعبه، کعبه را خراب کردن، ویران کردن. ابن زبیر رو گرفتن و کشتن. خب بالاتر از کعبه ما بنایی نداریم. این مال بعد از کربلا بود، اون مال قبل از کربلا بود. پس اموی و مروانی تنگ بستن تا اینکه با دین مبارزه کنن. فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار،
خب شما دو روز اگه صبر میکردی و از گرسنگی و تشنگی در میمدی را ادام میکردی. حالا مکعبه رو که قبله مسلمین است، مطاف مسلمین جهان است، او رو سنگ بارون کنید، ویران کنید، مسلمانی تل از خاک در بیارید تا ابن زبیر رو بگیرید، برای چی بود؟ بنابراین اموی و مروانی هیچ ربطی با دین نداشتند و با دین مبارزه کردند. حالا معلوم میشه حسین ابن علی این وظیفه قطعی او بود که قیام بکند. خدا غریق رحمت کرد اون که کاشف الغطا فقیه نامور معروف در کتاب شریف کشف الغطاش دارد که علم غیب سند فقهی نیست. حسین ابن علی تمام سلام الله علیه ما تمام جزئیات مکه و کربلا و کوفه و همه را میدانست. علم غیب سند فقهی نیست. حسن ابن علی میدانست، علی ابن ابی طالب علیهم السلام میدونستن چه خبر است. اینا مأمور نبودن که با علم غیب عمل کنن، گاهی ضرورت اقتضا میکرد به علم غیب، وگرنه علم غیب سند فقهی نیست. این رو در باب اصول باید گفته میشد، متاسفانه به اصول نیامده که قطع حجت است، اما نه هر قطعی. قطعی که از طریق غیب بیاید حجت فقهی نیست، حجت کلامی و الهی است برای کار خودش. پس قبل از جریان کربلا دین را به اسارت گرفتند، بعد از جریان کربلا کعبه را ویران کردند. معلوم میشه بنی امیه و بنی مروان کاری با دین نداشتند و حسین ابن علی ابن ابی طالب هم برای احیای این دین کار کرده، اومد فروعات فراوانی به همراه دارد. یه وقتی معاویه شنید مؤذن دارد اذان میگوید، نام مبارک رسول گرامی را در اذان برده، گفت تا این نام زنده است ما نمیتوانیم حکومت کنیم. از وجود مبارک امام سجاد چه در مدینه چه در زمانی که در شام به اسارت رفته بود، از سایر اسرا سوال کردند، بعضیا با طعنه و نیش که در این جنگ کی پیروز شد، فرمودند ما. حالا دست حضرت بسته است، اسیره. اشکان چیز شما مرد خود اذا اردت ان تعرف اذا دخل وقت الصلا فاذن و اقم. اگر خواستی ببینی کی پیروز شده موقع نماز، اذان اقامه بگو به نام کی رو زنده میکنی. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشت. پس معلوم می شود هدف سالار شهیدان هدف جهانی بود. ما هم تا اندازه‌ای که می فهمیم و فکر می کنیم با توسعه‌ای فکر بکنیم. اولا دین حریم شخصی ماست، هیچ کسی باعث نشود، گناه هیچ کسی باعث نشود، خیانت هیچ کسی باعث نشود که خدای ناکرده ما رابطه من را با دین و با خدا قطع کنیم. خلاف هیچ کسی باعث نشود که خدای ناکرده نسبت بین ما و قرآن و عصرت ضعیف بشه. این یک کار. کار دوم اینه که کار حسین ابن علی کار انسان است که در برابر خدا مسئول است. مخصوص امام نیست، مخصوص عرب نیست، مخصوص عجم نیست. اینه که جهان در برابر نهضت سالار و شهیدان اینجور خاضع است. فرمود کسی که از دامن پاک به دنیا آمده زیر بار ظلم نمی رود. یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور تابت و تهورت. در جریان عاشورا مستحضرید که زینب کبرا سلام الله علیها نقش سازنده ای دارد. می بینید زینب همه جا به میدان نیامده، همه جا به میدان نمی رود. در جریان علی اکبر چون اون جوری که وجود مبارک ابی عبدالله هنگام بدرقه علی اکبر دست زیر معاصم گذاشت، گفت خدایا اللهم اشهد الله لا اله، خدایا تو شاهد باش هر چه داشتم دارم. خب این پسر که اشبه الناس خلقن و خلقن و رسوله، این رفت و اون وضع میدان افتاد. ما نشدیم زینب کبرا به میدان جنگ بیاید، اما قبل از اینکه حسین ابن علی به بالای این نعش بیاید، زینب کبرا وا اخیا وا اخیا برادرزاده برادرزاده آمد کنار این نعش. برای چی؟ برای اینکه با ابی عبدالله یاری کند که اگر او تنها بماند و این نعش را بخواهد تنها از میدان جنگ به خیمه برد، ممکن است آسیب بماند.
حسین ابن علی به زینب کبرا سلام الله علیه ما با این زمان فرمود احسنت یادگار مادرم، من میدانم برای چی آمدی، من به احترام این عاطفت خودم این نعش رو نمیبرم، به بنی هاشم میگویم این نعش را به خیمه ببرید. این کار زینب کبرا بود که در همه موارد سعی میکرد در مصیبت حسین ابن علی سهیم باشد. اگر او رخ غلام و پسر را یک جا بوسه میداد برای همینه. در تاسوعا که متعلق به وجود مبارک قمر بنی هاشم است، بسیاری از اسرار نهضت سالار هجرا ائمه علیه السلام روشن کردند. همه ما شنیدیم، گفتیم و میگوییم که وجود مبارک عباس ابن علی برای گرفتن آب آمده. درست، مستحضرید یک جدول مهمی از دجله در شمال شرقی کربلا میریزد به نام فرات که آب گرفتن از رودهای مهم از هر جاش مشکل دارد. بعضی از جاهاش که یک شیب نرمی دارد بهش میگن شریعه، شریعه یعنی مورد شاربه، اونجا که شیب نرم دارد کسانی که آب میخوان میتونن از همونجا آب بگیرند و بیاند برن. این شریعه فرات را عده تیراندازان جا محافظت میکردن که کسی آب نده. حالا وجود مبارک قمر بنی هاشم با هر وسیله بود اینا رو کنار زد و وارد شریعه فرات شد، دست به آب برد. خب اونجا کسی نبود بشتود، وجود مبارک قمر بنی هاشم هم که برای کسی نگفت، بعد هم که شهید شد. کی گفت که حضرت به یاد تشنگی ابی عبدالله افتاد آب را روی آب ریخت؟ کی خبر داشت؟ اینو امام صادق که عالم غیب است با خبر بود. این تو روایات ماست، وگرنه کسی نبود که اونجا چرا قمر بنی هاشم آب را گرفت و ریخت. این را امام صادق فرمود در اون حال فذکر عطش الحسین، به یاد لب تشنگی برادر و اینها افتاد این آب. از شریعه که به در آمد تمام نیروها بسیج شدند تا اینکه آب را به خیمه نرساند. دست راست حضرت که آسیب دید علم را با دست چپ بلند کرد. در یکی از صحنه‌های جنگ دست راست امیرالمؤمنین آسیب دید، عده‌ای پرچم را بلند کردند. وجود مبارک حضرت فرمود ذروه فی شماله فإن شماله خیر من ایمانکم، پرچم را به دست چپ علی بدید، دست چپ علی از دست راست شما بهتره. قمر بنی هاشم هم بقیه این علم را با دست چپ گرفت. وقتی دست چپ قطع شد این مش را به دندون گرفت و این علم را با بقیه دست. مادرش ام البنین در مدینه مرثیه سرایی میکند، میگه من که در کربلا نبودم ولی به من گفتن عباس تو مشکی به دندون گرفت. دست پسرم چه شد؟ اگر مشک را به دندون میگیرند، مشک را به دوش میگیرند، دستان پسرم چه شد؟ شما بینید برای شهدا یه زیارتگاه خاص دارن، ولی برای قبر بنی هاشم چند جا زیارتگاه هست؟ زیارتگاه دست راست، زیارتگاه دست چپ، زیارتگاه بدن مطهر. زیارتگاه دست راست قبلا کتیبه داشت شعری نوشته بوش افتاد دست راست خدایا ز پیکرم، دست چپم بجاست اگر نیست دست دیگرم، یا دست دیگری به من برسن تا برسنم حسین ابن علی یادی کنم. افتاد دست راست خدایا ز پیکرم، این شعری بود که بالای کتیبه دست راست نوشت. اونجا که دست چپ حضرت قطع شد یه زیارتگاه خاص دارد که این فی هذا المقام انقطعت جثة العباس بحر الکرم. اینجا اون شعرها عربی است، یعنی اینجا دست چپ حضرت قطع شد، اینجا دست چپ حضرت توی مزاری دارد. اما وقتی که تیر به چشمش آمد و تیر به مشکش آمد و عمود بر بالای سرش آمد دیگه طاقت سواری نداشت. تا اون وقت حسین ابن علی رو به برادر خطاب نمی کرد، همش می گفت سیدی مولای، حالا که دارد از روی اسب می افتد اخی ادرک اخا، برادر برادر است را دریاب. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، نسألک اللهم و ندعوک.